گردر دهد و ما و گراهد دوست، گردر دهد و ما و گراهد دوست، از دوست اران چیزی که آید نیکوست. ما را نبود نظر به خوبی و بدی، ما را نبود نظر به خوبی و بدی، مقصود رضای او خوشنودی اوست. الهی به روز کار آمدم، بندوار با لب پر توبه و زبان پر استغفار. خواهی به کرم عزیز دار، خواهی خواه که من خجلم و شرم سار، و تو خداوندی با صاحب اختیار. الهی اگر خامم پخته هم کن، و اگر پخته هم سوخته هم کن. الهی از کشته تو خون نیاید و از سوخته تو دود. کشته تو بکاشتن شاد است و سوخته تو بس اخت خوشنود. الهی روی بن ما تا در روی کسی ننگری، و دری بگشا تا به دری کسی نگذری. بینندگان عزیز، دوستان گرامی، سلام های گرم و صمیمانه خدا نثار هر یک از شما عزیزان نموده. امیدوار هستم جور و صحت و سلامت باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین و همه خوش و آرام زندگی روزمره‌تان آغاز کرده باشین. من هم به میاروزومندی برنامه امروز شعر و ادب از طریق تلویزیون جهانی زرین خدمت شما تقدیم میکنم. البته که باز هم خدا را شکر گذار هستم که وقت اجازه بزیره به ما داد و خداوند ما الحمدلله زنده هستیم که باز هم با برگزاری یک برنامه جدید شعر و ادب. البته میمان هستم به خانه های زیبای و پرصفای شما. امیدوار هستم که یک ساعت وقت گرانبهایتان که صرف دیدن این برنامه میکنید، ما بتانم با اشعار انتخابی که انتخاب کردیم و یکی از اشعار خود هم که هر برنامه در سر آغاز برنامه به شما دکلمه میکنم، بتانم ذوق مقبول شما عزیزان شاد و مصروف نگه بدارم. خوب عزیزان، امروز البته مصادف است بر روز ده عاشورا، ده محرم، که البته که امروز روزی است که واقعا همه قلب همه مسلمان های روی زمین دعا
داغ دیده است، اما یعنی با دادن نذرها، با دعا به روی شهدای کربلا و شهدای راه اسلام، البته به شهدایی که البته در راه جنگ هایی که طی 25 سال در وطن ما جریان داره، البته با بعد از خداوند با خواندن نماز و عبادات به دربار خدا دعا میکنن. البته راستی که امروز واقعا به تمام مسلمان های روی زمین یک روز بسیار غم انگیزی است، چرا 72 تن از یاران پیغمبر در این روز به سرکردگی امام حسین، البته که بر علیه حق و باطل با یزید و خاندان یزید با همکارانشان یا جنگجویایی که اینا به دشت کربلا جنگیدن که 72 تن از یاران پیغمبر البته از بزرگای اسلام جانهای عزیز خود فدا کردن به خاطر نگه داشتن پرچم اسلام و به خاطر که هم از اطفال خانما و مردان و بزرگاهای ما بودن. واقعا این روز یک روز بسیار غم‌انگیز به ما شما هست. البته که ما هم پارچه شعر را انتخاب کردیم، البته درود و ثنا می فرستم برای پاک شهدای راه کربلا و شهدای راه اسلام و البته اشعار مناجات و تصوفی را انتخاب کردیم امروز خدمت شما تقدیم میکنم. البته در سر آغاز برنامه امروز میرم سراغ یکی از پارچه های اشعار خود، البته که هم دعایی است، البته دعای وطن نام داره، خدمت شما دکلمه میکنم، باز هم با اشعار و مضامین خدمت شما عزیزان است. دعای وطن. خداوندا خداوندا بکش دست کرم بر ما، خداوندا خداوندا بکن روشن عرم بر ما، تو پادشاهی تو سلطانی، تویی فرمانده افلاک، تو پادشاهی تو سلطانی، تویی فرمانده افلاک، تو نوری تو صفایی، تویی بالاتر از ادراک. ببین یک ذره خاک تو که رو و جان برو دادی، ببین یک ذره خاک تو که رو و جان برو دادی، چه معصومانه دستش را به دربارت بلند کردی، نهاده سر به آستانه، سپرده دل به دامانت، گرفته دست و دامانت، بخواهد نور و رحمانت. ببین یک ذره خاک تو که روح و جان برو دادی، چی معصومانه دستش را به دربار نهاده، سر به آستانت، سپرده دل به دامانت، گرفته دست و دامانت، بخواهد نور رحمانت. نخواهد سیم و زر از تو، نخواهد ملک و مال از تو، نخواهد خون و خون بیزی، نهیم قتل و قتال است،
بخواهد پرچم سال را همیشه برملا باشد، بخواهد پرچم سال را همیشه برملا باشد، بخواهد مادر میهن رها هست ارملا باشد، بخواهد مادر میهن رها هست ارملا باشد. خداوندا، خداوندا بکش دست کرم بر ما، خداوندا، خداوندا بکن روشن. بله بفرمایی. با سلام های فراوان خدمت شما هستم. یک لین از مدت ها چی میکنم میخواییم بگیر میشه. بله بفرمایی، برنامه شیر و ادب با دیانا هسته. بله بله خانم صافی، سلام علیکم، من نوری هستم. و علیکم السلام برادر نهایت گرامی، شاعر بسیار توانای ما محترم آقای نوری صاحب عزیز، بسیار خوش آمدین، صفا آوردین با ما. چی دارید؟ همچنان سلام های زیاد بر تمامی دستندرکاران برنامه و کل بیندگان گرامی میرسانم. احسنده باشین. ما امروز یک غزل به نام و نشان دارم، باز پس از ختم این غزل یک جا صحبت میکنه. بفرمایید. تشکر. دین و دنیا را ندید لیلی دل کلا شاعره، دین و دنیا را ندید لیلی دل کلا شاعره، هرچه هم دوستا غزل رو که آشنا شاعره، زر تخیل که ده کابل لاله گلونه کرم، زه تخیل که ده کابل لاله گلونه کرم، که ده غزل که نظر واچوی پا ما شایره، او تغذل که یو تانگه ده سندل لرم، او تغذل که یو تانگه ده سندل لرم، چه ده خوشبوی گل رخسار کرمده تا شایره، کته پخپله قدم کې نګری د شعر نوکی، کته پخپله قدم کې نګری د شعر نوکی، د کوم دی وو کې څو پکې دی ته شاعر، هلته وطن کې مي وسکت انتحاري راغلی، هلته وطن کې مي وسکت انتحاري راغلی، ماشوم پیغله مېرمن وژني بی گناه شاعری، وسم هیت نشته چه رسوا کم دا رسوا زمانه، وسم هیت نشته چه رسوا کم دا رسوا زمانه، تخذل وایه بی لدانه بی پروا شاعری، دین و دنیا دیرانه دلی دیخ کلا شاعری، حسیم دوستا غزلو که آشنا شاعری، تخزن وایا بلکارا بی پروا شاعره. تشکر سپاس. سه تشکر آقای نوری، یک جهان سپاس، شعر زیبایی. البته باید یادآور شوم که این غزل از نهایت خلوص نیت و طینت پاک با شما سفته.
بسیار تشکر میکنم. زنده باشین. شما بزرگوار هستین، بسیار به حق ما بزرگواری دارین، یک جهان سپاس قربان شما. زنده باشین. خواهش بکنم. همچنان بابا واجب است که از دو دوست سپاس گذاری کنم. از خواهر گل سیمینگیان شمس سپاس گذار هستم که شعر مرا پسندیدن و مشارک من شدن. سیمینگیان گل، شما خانم گل زنگی هستین. او هم دارنگ دگران شاعر مرمن عادل کمین مجدد صاحب نزیات منونه چیزای وستایلم آزما دیز پیتارون به زنگل پا آینه که زان وی درو خو خوری مگو تاسو دی آلمان پا هامبورگ که دیر مشترک داستان دوستان درو چه دی فیسبوک پا نمی زما دی حبیبی لیسی هم سنفای خیل جان رسولی چلوی ستاسو لپی زویمم نه زیاد منو نه پا مخمو گلو نه بس همقدر. بسیار تشکر. بسیار یک جهان سپاس گذار هستم از شما آقای نوری. بزرگوار ما هستید. با ما باشین. با ما باشین. خداحافظ. خداحافظ. بله بفرمایید. برنامه شیر و ادب با دیانا هستید. سلام های بیکران، درود های بی پایان به شما خانم محترمه، خانم دیانا صافی عزیز. سلام های گرم و صمیمانه مرا هم قبول کنین. محترمه شاعری توانای ما، محترمه نیکخو، امی بسیار خوش آمدین، صفا آمدین. زنده باشین. مومنه جان گرامی، شما هم یادآوری کردین و البته در تمام جهان، در میان تمام مسلمانان دنیا امروز و فردا که روزهای تاسوعا و عاشورای حضرت امام حسین علیه السلام و 72 تن یارانشان است که شما هم در ابتدای پروگرام یادآوری کردین. ما یک قطعه شعر دارم که البته وزن قافیه نداره، شعر ما فقط مانند شعر نو سروده شده، راجع به روز عاشورا و حالات اهل بیت حضرت حسین علیه السلام است. این میره میخم خدمت شما و تمام دوستان و یاران و مسلمانان جهان تقدیم کنم. بسیار تشکر مومنه جان. ما سراپا گوش. بفرمایید، اشعار شما همیشه زیباست، واقعا زیبا میدونستیم، دست گل داریم. تشکر شما دیانا جان عزیز. در مسیر باد گرم روز عاشورا، در مسیر باد گرم روز عاشورا، کاکل اکبر پریشان بود، در بر صحرای آتشزای وحشتناک اشک زینب شبنم افشان بود، مادری از بحر طفلش لای لای خواب را میخوان، طفل از تاب آتش گریان، چکچک شمشیرها در دشت میپیچی، آن زمین از نعره الله اکبر سخت میلرزید، بادها گرم و خروشان، ریگها داغ و فیروزان، کربلا غوغای محشر بود، کودکان گریان، جسمها لرزان، دختری در لابلای جامهای آب میگردید، آب را او آرزو میکرد، کوزه‌ها را جستجو میکرد، ناگهان مردی به پا برخاست، از برادر اذن رفتن خواست، مشک خشکی را به دوش آویخت، پرچمی در دست سوی نهر آب آمد، لرزه ها افتاد بر اندام دون لشکر دشمن، هر یکی نجوا کنان با دیگری می گفت، این که می آید دلی چون کوه و شمشیری قوی دارد،
روز میدان در شجاعت زور بازوی علی دارد. قلب لشکر را درید و سوی نهر آمد، با دلی چون بحر پهناور، زیر پایش اسب کوپیکر. باری دیگر چون علی در دره خیبر، باری دیگر چون علی در دره خیبر، نارزد بر لشکر کافر. ای ستمگاران، ای جفا جویان، آب دریا قسمت حیوان و انسان است. کودکان اهل پیغمبر پی یک جور انگیزیان است. پانه ها در دل دریا، چنگ زد در آب، سینه شد بیتا. آب را سوی لب خونی شتابان برد، تا بیاساید ستاب تشنکامی ها. ناگهان آمد بیادش از لب خشک علی اصغر، در نگاهش شد مصور چهره درد علی اکبر. ناله زار سکینه در نهادش خان، کی امو قلبم گرفت آذر. آبها را ریخت روی آب، شد دلش بیتاب. مشک را پر کرد سوی خیمه ها بشتاف، بود بس کوشان تا رساند آب بر تفلان. دشمنی زد بانگ بر لشکر، دور او گیری هیچ مگذاری. ناکسان بگرفت دورش را چو انگوشتر، کافری زد تیر بر دست یمین او، ظالمی زد تیر بر چشم و جبین او. مشک را بگرفت با دندان، تا برد آن آب بر تفلان. تیر ظلمی آمد و آن مشک را بگرفت، آبها پاشید، شد دلش نومید. در زمین غلطید، آسمان لرزید، خاک خون جوشید، قدسیان نالید. تیره شد خورشید، ابر غم بارید، روز شب گردید، ماه سیاه پوشید. مرد غمگینی ز سوی خیمه ها ناگاه نمایان شد، بر کمر بنهاد دست خویش و گریان شد. بر سر ناش برادر با علم بنشست، گفت با فریاد اکنون قامتم بشکستم. خب ایشو شعر روز عاشورا بود که راجع به شهادت حضرت عباس علیه السلام، برادر حضرت حسین علیه السلام بود که ما خدمت دوستان تقدیم کردم. از خداوند برای خود دیانا جان عزیز صحت و سلامتی خواهان استم که همیشه به پروگرام حاضر باشی که اشعار خود بخانیم و سینه ما یک کمی از غم سبک شما. بسیار تشکر میکنم منا جان، خدا نگهدار خودت هم، یک جهان سپاس از مومن جان نیکو، یک جهان سپاس گذار. واقعا چی شعر زیبا، یعنی و همه واقعی کربلا را به کلام زیبا موزون بسیار مقبول راه کردن. بی موقع نبود، به موقع. و واقعا شاعر بسیار شاعری توانای ما هستن مومن جان، واقعا جایشان بر دل ما و قلب ما بسیار زیاد از خیلی دوستشان دارم، خدا با ایشان باشه. البته که مشابق و همکار دائمی ما بودن در تایی چندین سال که ما برنامه شیر وعده و پیش میبرم. خوب عزیزان، پیش از این که برم با شما یک پارچه از اشعار مخمسی که بر غزل خیالی محترم زلال ایروی شاعر توانای ما که ایشان هم از جمله همکارای عزیز ما هستند بودند طی چندین سالی که با ما در برنامه های شعر و ادب پیش بردیم، همکام و هم
کلام بودن. البته که شعرشان که مخمس بسیار مقبول بر غزل خیالی نوشته کردن، واقعا زیبا نوشتن. به شما تقدیم میکنم. میریم سراغ یک لاین، باز میریم سراغ اعلانات تجارتی. بله بفرمایید، تلویزیون زرین با دیانا هستیم. دیانا جان سلام علیکم. و علیکم السلام. شاعره بسیار توانا و دوست داشتنی ما خانم عادله کمین مجددی، بسیار خوش آمدین عادله جان. تشکر، زنده باشین، به یاد خدا باشین و با عزت باشین. زنده باشین. امرای شما. به نوبه خود اشعار شما را از آقای نوری و از خواهر محترم میمار مومنه جان شنیدم. بسیار واقعا اشعار زیبا بود. امروز یک روز است که همه جهان اسلام به ماتم نشانده و امروز تاریخی است که همه مسلمان ها سوگواری از این روز همیشه هر سال این وقت که میای کلگی سوگوار میشه و اکسایی بزرگ بود که امام حسین چه به شهادت رساندن. و ما هم به می مناسبت یک مناجات شریفه سردست دارم که از نوشته های خودم است. میخوایم که یه بخوانم و پیش از او از خداوند بزرگ میخوایم که آشورای ابدی را که در افغانستان برپاست ایره هم خاتمه بده. و یه جوان کشی و یه مردم کشی و و به خاک و خون کشاندن از این ملت بیچاره و مظلومی را که هر روز تقریبا در کشور آشوراست و هر روز مسلمان ها به قتل میرسه، خداوند پاک به این جنگ بی پایان پایان بده و ایره به یک صلح سراسری را در مملکت ما شما تامین بسازه و ما شما یک صلح توفه بده. و می امیدواری درود بر روح پاک شهیدای دشت کربلا. من هم مناجات را که نوشتی خودم از قرآن می کنم. بفرمایید. ما سر پاک داشت. خدایا آن که گوید نیستی کیست، و چیزی را که خالق نیستی زمین و آسمان و کهکشانها، نبات و انس و جن و زندجانها، همه را خالق تو یا الهی، همه مخلوق تو و تو خدایی. به یک معنی تو را صد نام باشد، به هر نام تو صد پیغام باشد. اما عاشق به تو، معشوق کل تو، اما مشتاق دیدارت ز هر سو، به دیر و مسجد و بتخانه جوید تو را هر عاشق مستانه جوید. کسی از چپ کسی ام از ره راست، اما جو اندعد یا شاه مولاست. بر روز مشکل هر بنده زار، که باشد غیر تو دیگر مددگار. کسی گوید که یوسف وح چه زیباست، کسی گوید که مجنون به لیلاست. نمی پرسند حسن یوسف از کیست، جنون مجنون بیچاره از چیست. روخ یوسف زنور تو روست زیبا، دل مجنون زشور تو شیدا. همان گمراه که گوید نیست خدایی، همان گمراه که گوید نیست خدایی. اگر باشد بگو او در کجایی، ولی که روز مشکل چون بیاید، سرش را بر درد احسو بزایم. شنون ای غایب حاضر صدایم، نما مقبول یارب این دعایم. مکن فارغ عشق از قلب عادل، که ذکر تو نماید بارک دل.
بسیار توجهتون تشکر دیانا جان. بسیار شما رو دیگه نمیگیرم. داوندیار و مددگار همیشگی شما باد. خدا حافظ. بسیار تشکر از آدلا جان نازنین، از شیری مناجات مقبول با آواز مقبولتان. یک جهان سپاس. خدا باشیم. خوب عزیزان، وقت اعلانات تجارتی است. میریم چند اعلان تجارتی رو با هم میبینیم و مشنویم. دوباره و برمیگردم با مخمس از شاعر توانای ما زلال هیروی. البته مخمس بر شعر خیالی صاحب. با هم هستیم. مناجات. ای خالق یکتا که توی ذات یگانه، ای خالق یکتا که توی ذات یگانه، محبود پرستش شده خلق زمانه، دل مایل دیدار تو هر صبح و شبانه، ای تیر غمت را دل عاشق نشانه، خلق به تو مشغول و تو غایب زمیانه، در سنت بیچون تو در عیرت و سیرم، غیر از در تو تکیه نباشد بغیرم، شام و سحر از بارگهت طالب خیرم، گه معتکف مسجد و گه ساکن دیرم، یعنی که تو رو می طلبم خانه بخانه، ای خالق یکتا که توی ذات یگانه، معبود پرستش شده درد و غم توست دوای دل بیمار، در هر دو جهان نیست کسی غیر تو غمخوار، دیدار تو را جمله ز جانند خریدار، آجی برای کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه، معبود حق و خالق یگانه توی تو، در خانه دل صاحب هر خانه توی تو،
بر تشنه لبان زمزم و پیمان توی تو. مقصود من است کعبه و بتخانه توی تو. مقصود توی در نیمه شب قدر رخ یار توان دید. فیض نظر لطف ز دیدار توان دید. خوش قسمتی خیش به دیدار توان دید. چون در همه جا عکس رخ یار دیوانه منم من که روم خانه بخانه. ار پرگنه لحمه رخسار تو جوید با وصف گنه قربت درگاه تو جوید. جرم و گناه خیش با التاف تو شوید. هر کس به زبان صفت و عمد تو گوید. واحس بسر منبر و مطرب بتر زلال دل غم زده هش پر حلمه توست. جانش بسد امید خریدار غمی توست. با معصیتش طالب باغ عربی توست. تقصیر خیالی با امید کرم توست. یعنی که گناه را به از این نیست بخونه. بیریم سراغ یک لین با هم است. بله بفرمایی. برنامه شعر و ادب با دیانا است. خانم صافی سلام عرض میکنم خدمت شما. و علیکم السلام. یوسف صفا هستم و در این حال سلام خود خدمت بیننده های عزیزتان هم تقدیم میکنم. بسیار تشکر. یک سروده دارم که اگر اجازه بدین به خوانش بگیرم. به اصطلاح امروزی ها عنوانش هست کربلای کابل. کربلای بسیار مقبول. آقای یوسف سنا صفا بسیار خوش آمدین، صفا آمدین و برنامه من روز ما سراپا گوش به اشعار مقبول از سرودای خود شما است. تشکر. بله از خواهیم هستم. بله هستم. از شکل شعر نوودای میشه شعر شب که جدید است. بفرمایید. کربلای کابل. سخن از کربلا بود، سخن از کربلا بود، سخن از کشتن شبیر و شنبر، سخن از کشتن اولاد احمد. عجب غوغا و پا بود، هم اشور و صدا بود. و اما من حیران و محزون، یکی نجوا کنان با خیش می گفتم ایا مردم، مگر این کربلای را که پیش چشمتان هر لحظه هر ساعت هزاران طفل و مرد و زن و دست قاتلان بدتر از شداد و یا آنزاده زیاد به خون و خاک می غلطن نمی بینید؟ مگر این کربلای کابولی ها بدتر از آن کربلای آل احمد نیست؟ مگر این کربلا از خون پاک مردمانش سرخ و احمر نیست؟ بله ای هموطن، این کربلای دیگر است و کابلش نام است.
تشکر از اینکه برای ما بسیار مقبول، بسیار زیبا. از شما یک جهان سپاسگزار هستم. ممنون، خداحافظ شما. خداحافظ شما. واقعا اگر آدم به دقت ببینه تایی 20-25 ساله که در وطن عزیز ما افغانستان ما همچو کربلای هر سال به صدها جوان، طفل، خانم، دختر جوان، خانم ها، اولاد ها، یعنی از هر گوشه اول خبر میبگیریم که یعنی جام شهادت نوشیدن، به انتحاری که شده، به راکتی که زدن، یعنی کمتر از کربلای افغانستان امروزی ما هم نیست. و خداوند همه دعا میکنیم، اول درود و ثنا میفرستیم بر روی شهدای راه کربلا و شهدایی که طی 25 سال در وطن ما جام شهادت نوشیدن. روحشان شاد، جنت فردوس شهید هستند دیگه، جنت نصیبشان باشه. و افغانستان ما را امیدوار هستم پیش دربار خداوند دعا میکنیم که بر روی پاک از قشهیدی که دادیم وطن ما را از این جنگ و برادر کشی نجات بیافه و یک افغانستان آرام و مردم ما با سال و صفا زندگی کنن. میرم سراغ یک رنگ دیگه با هم هستیم. بلی بفرمایید، تلویزیون زرین با دیانا هستیم. سلام و درود خانم دیانا جان عزیز و به شما و به همه بیننده های نهایت گرامی شما تقدیم میکنم سیمین شمس. سیمین جان عزیز، خواهر نازنین، بسیار خوش آمدید. راستی ما امروز منتظر عزیز بودم که از سیمین جان خبری نیست، اما اینم خوشبختانه آواز مقبول تانه شنیدم، بسیار خوش شدم که زنگ زدین به ما چی دانید. زنده باشین، از ذکر مزیبای شما و مناجاتتان به حد تشکر و از همه شعرهای که بلاین آمدن واقعا اشعار زیبا سرودن. و اگر اجازه باشه، چون روز محرم است، روزهای محرم است و سخن چند در مورد ما با شما داشته باشم و اگر اجازه شما باشه. آه بفرمایید سیمین جان، قد ما سرا پا گوش. در قدم نخست ما عرض تعزیت برای هر یک از عزاداران مجلس تعزیه و همه مسلمانان جهان دارم و غم مشترک به یه غم مشترک همه منو ذکر نام تو یا علی که کشانیم به هدایت، مگر از تو چشم عنایت برساندم به ولایت. سر و راه باد سحر منم، سر به راه باد سحر منم، برشسته دیده تر منم، که زباغ فضل تو بو برم به اشارت و کنایت. برو دوش بام فلک هلی، پر و بال و مرغ و ملک هلی، بسخا و لطن محکلی، چه حدودی، چه نهایتی. و جانا جانگان، اگر ما از حقایق اسلام بگویم و باید بزرگان دین ما باید از حقایق اسلام بگویم که دانایی کسب می کنند و پژوهش کنند. در راه تحقیق و هویت اصلی اسلام و در مجالس با هم باید همه برادران باشند و این تفرق اندازی ها بین دو مذهب شیعه و سنی که از اول وجود نداشتند که بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینمی اختلافات پیدا شدند، در حالی که یک شیعه معتدل و یک سنی معتدل دوستی و اشتراکات بسیار زیاد با هم داشته اند از قدیم و دارند، ولی تندروهای افراطی و نادان این دو گروه هست که یک شگاف همین
یک خلعه که کل نمیشنن با هم دارن و با هم درگیر میشوند که ممالک بیگانه در اینجا از این مسائل بسیار بهره بیشتر میبرن از این تفریق اندازی ها. چرا؟ امکان پذیر نیست همه مسلمان ها یک درک واحد از قرآن کریم و سخنان پیغمبر اکرم داشته باشند. در تفرق اندازی ها بیش از این که جنبه اصلی و دینی و ایمانی داشته باشند ابراز هویتشان است و شداد عمل میکنند که از واقعه کربلا 1400 سال گذشته و همان تاریخ تا حال قصه چنگیز مغول و چقدر خونریزی ها و انتحاری های دیگر که حال در افغانستان کشور عزیز ما و که بیخی میدان جنگ شده، میدان کربلا شده، حتی مسجد ها و مساجد ما و این تکیه پار سال که با انتحاری انداختن، اینا همه ببینیم چقدر بعد از این چیزا ادامه داره و اینمی زدن خودشان و همزنی اینا هم که دلم برشان می سوزه. از نگاه دین غلط است. حضرت امام حسین هیچ کس را مقید نساخته که درد مرا حس کنید، درد مرا حس کنید. همه در یک مذهب حضرت بی بی زینب دختر خلیفه مسلمین بعد از شهادت حضرت امام حسین پیام رسانی میکرد، قرآن شریف را به زنان کوفه یاد داد، یاد میداد و اما مردم کوفه به سر آنها آتش و خاکستر میریختن بعد از اون واقع. و البته کل قصه ها را شما میفهمید، من البته بسیار خلاصه میگم و چون وقت زیاد ایجاب میکنه مبحث بزرگ است. و زنان شروع کردن به گریه و بچه ها تشنه و تبدار روی اشترها بسته بودن و حضرت بی بی زینب به بزرگی و رشادت در اونجا که برمیگرده به زنان کوفه خطاب میکنه که چرا گریه میکنید؟ مردهایتان همه اولادهای ما را کشتن و در هر زمان از هداف نیک امام حسین برادر خود غافل نبود. و حضرت علی امیر المومنین هم صفات برجسته داشتن. همه این بزرگای ما در جنگ صفحین زن را با سه طفل یتیمش نان و خرما می آورد برایشان و هزارها صفات دیگر که تواضع درک و خصلت و حق و عظمت برای یک انسان اینمی یک صفت خوب است که تبارک و تعالی ایشان را می بخشد. یارب جانم در عذاب آماده است، چاره چیست؟ یا حضرت بی بی زینب و بی بی زهرا چاره چیست؟ در همت او نهفته رازیست، رازی که در دو عالم و حسفناک است، شرحش با زبان سخت دردناک است. راز نهان عشق و محبت اوست، در قلب من نام زهرا و الفت اوست. ای کاش در همه قلب ها این همه الفت ها زنده شود، زنده شود. مقبول بود، بسیار زیبا. تشکر سیمین قند، یک جهان از سپاس از اینکه تماس گرفتین. زنده باشین از شما و از با التماس دعای شما و همه خدا نگهدار. خدا نگهدار بشه. خوب عزیزان، ما از سیمین جان یک جهان سپاس، یعنی او به موقع راجع به روز عاشورا معلومات کافی داشتن دادن و از شعرهای عزیز ما که زنگ زدن با ما این برنامه را پیش بردن، البته با اشعار معمول و زیبای خود برنگینی از این برنامه افزودن. یک جان سپاس از همه. برنامه شیر و ادب به میجا به پایان رسید. تا برنامه آینده روز جمعه سر ساعت 12 بعد از ظهر وقت لس آنجلس که بنده دوباره خدمت حاضر میشم، شما عزیزان به خداوند بی همتا میسپارم. سعادت نصیب شما. خدا حافظ.